محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالات جدی ما از برادران اهل سنت اینه که چرا پیغمبر وقتی میخواستن در غدیر خم خودشون رو معرفی کنن کلمه مولا رو به کار بردن؟ مگه پیامبر صلی الله علیه و سلم نفهمدن من کنت مولا فهذا علی مولا؟ این مولایی که پیغمبر بر خودشون به کار بردن چه معناست؟ در کتب اهل سنت آقای باقلانی در تمهید الاوائل میگه نه، پیغمبر من کنت مولا منظورش من کنت اولا به نبوده، منظور اولویت نیست. و حالا که وقتی مراجعه میکنیم به روایات اهل سنت، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها ازشون نقل شده که فرمودن الست اولا بکم من انفسکم یا من آبائکم من کنت مولا. خودشون راجع به اولویت سوال کردند، بعد گفتن فمن کان الله و رسوله مولا. در اطحاف الخیره میگه الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بکم من انفسکم فمن کان الله و رسوله مولا فهذا مولا. خود پیغمبر داره مولا رو تفسیر میکنه، برای چی سراغ تفسیر پیغمبر از کلمه مولا نمیرید؟ خود حضرت قبل از اینکه کلمه مولا رو به کار ببره گفته منظور من از مولا اولا بکن من انفسکم، لذا بعدش گفته فمن کنت مولا. سوال ما اینه برای چی سراغ تفسیر خود پیغمبر از کلمه مولا نمیرید؟